دوستان گرامی، درود بر شما. برنامه ما در این روزها به مسائل حاد جامعه ما برخورد می کند. یکی از مسائلی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، نقش برجسته کادر پزشکی، پرستاران، تکنیسیان های آزمایشگاهی و پزشکان هست. این صحبت های خودم رو خدمت اونها عرضه می کنم و قبل از هر چیز اعلام می کنم من به نوبه خودم از شما متشکرم. پرستاران عزیز، پزشکان عزیز، تکنیسیان های آزمایشگاهی، تمام تلاشی که می کنید در راستای نجات مردم ما، در راستای نجات مردم از ویروس کرونا هست و شما در خط اول این جبهه مبارزه علیه ویروس قرار دارید. کار شما جدی، کار شما اساسی هست. شما در خرافه نیستید. حال ممکنه برخی از شما هم دیندار هستید، ولی کاری که می کنید کار علمی است. این کار مهم است. بر اساس دانش، بر اساس تشخیص، بر اساس تجویز داروهایی که می کنید، بر اساس استفاده از تمام ماشین‌آلاتی که دارید استفاده می کنید برای نجات افرادی که جانشون به لبشون رسیده، همراهی پزشکان، همراهی شما با بیماران، همراهی شما پرستاران با بیماران، نگاه شما، لبخند شما، پند و اندرز شما در زمینه مسائل سلامتی و بهداشت، اینها هست مسائل گرانبها. بنابراین این اپیدمی به شکل وحشیانه در کل جهان انسانها رو درو میکنه. امروز ما دیدیم و میبینیم در جامعه ما نیز به عنوان یکی از اعضای این جامعه جهانی، این کرونا آمد، از در قم وارد شد و به سراسر ایران پخش شد. آمد به خانه معصومه و معصومه این اپیدمی رو از طریق آخوندها در سراسر ایران پخش کرد. خب حال شما توجه بکنید، اگر شما نباشید ما به چه وضعیتی خواهیم رسید؟ تمام ایران جهنم خواهد شد. جهنم به معنایی که تمام ایران مریض، تمام ایران بیمار. جهنمی وجود ندارد، بهشتی وجود ندارد. بهشت و جهنم ما همین روی همین زمین و بنابراین در این شرایط، سلامتی انسان ها یعنی بهشت و تلفات انسان ها یعنی جهنم، یعنی داغون شدن جسم و روان. و چه کسی مانع این امر هست؟ شما هستید. بنابراین شما نگاه بکنید در اجتماع، گروه بندی های اجتماعی هر کدوم دارای ارزش‌های ویژه‌ای هستند. چند موردش رو امروز در نظر بگیرید. کسانی که به نظافت خیابان‌ها و کوچه‌ها می‌پردازند، این اساسی است. کسانی که مواد خوراکی رو دارن حمل و نقل می‌کنن که مردم در آرامش باقی بمونن، این اساسی است. کسانی که تمام سیستم های مربوط به تلفن و به شبکه ها رو دارن عملا اداره می کنند و غیر ذالک، این اساسی است. تمام کسانی که برق رسانی می کنند، این اساسی است. تمام این کامیون دارانی که تمام جاده ها رو دارن می پیبایند که کالاها رو از یک نقطه به نقطه دیگر بیان، کالاهای اساسی مربوط به زندگی ما رو، این اساسی است.
و بنابراین کار شما نیز اساسی است و این کار اساسی جانانه هست، برای دفاع از جان انسان ها هست. بنابراین جامعه باید یادش بمونه، قدر شما رو بشناسه، فقط در لحظات تعینا این مسئله رو نبینه. ببینید، ما در فرانسه کار مربوط به پرستاران یک تاریخی داره. از چه زمانی آغاز شد؟ حداقل از قرن اوایل قرن 17 هم آغاز شد که اولین در واقع اقدام ها برای کارآموزی پرستاران آغاز شد. پس از اون در 1836 بود، 1836 که در فرانسه اولین مدرسه پزشکی به وجود آمد و این مسئله اهمیت پزشکان در ایران در فرانسه بیش از پیش زیاد شد. نه تنها پزشک، بلکه به خصوص بحث من راجع به پرستاران هست، از زمان جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که این جنگ، تلفات انسانی که ناشی از این دو جنگ بود، منجر به این شد که اکیپ های مربوط به امدادهای پزشکی، پرستاران و پزشکان و امکانات وسایل لازم یک در واقع گام بزرگی بردارن و جامعه رو در واقع چیکار کنن، در یک شرایط به اصطلاح متعادل تری قرار بدن. من خودم به عنوان دانشگاه هر سال در میان دانشجویانم تعداد زیادی از کسانی دانشجویی دارن که بعدن میرن پرستار میشن یا پزشک میشن یا تکنیسیان هستن و در کلاس‌های من این گونه آدمایی که با چنین پروژه‌ای میان دارن درس می‌خونن وجود دارن و همیشه با هم دیگه در حال صحبت کردن هستیم و به اونها همیشه میگم که کار شما کاری در خدمت بشریت هست. طبعا حق اونها هست که دارای شغل خوب باشن، دارای حقوق خوب باشن، دارای موقعیت اجتماعی خوب باشن، حق اونها هست. کسی که برای بشریت کار میکنه باید حقوق خودش نیز رعایت بشود و به همین خاطر هست که در این جامعه نیز پیوسته اعتراض علیه دولت وجود داره که حقوقشون بالاتر ببرن، که شرایط به اصطلاح کاریشون رو بهتر بکنن و غیر ذلک. ولی که به هر حال امروز در این زمینه در فرانسه یک به اصطلاح سنت بسیار بسیار قوی وجود داره در ارتباط با کار این گروه اجتماعی، یعنی پرستاران در این کشور. در ایران ما شما میدونید که اولین گروه های پرستاری در 1294 به وجود آمد و اون هم میسیونرهای مذهبی بودن که در ارومیه مدرسه باز کردن، مدرسه پرستاری. پس از اون در تبریز یک آموزشگاه پرستاری باز شد. در سال 1337 دوره لیسانس پرستاری تشکیل شد در ایران. در 1344 دوره 4 ساله پرستاری در ایران به وجود آمد. و در سال 1356 دانشکده پرستاری و مامایی نیز مرحله جدیدی رو از کار و حرفه خود رو آغاز کرد. امروز تقریبا بر اساس آماری که از حدوداً 78% کسانی که در این زمینه پرستاری کار میکنن، 78% اونها بانوان هستند و 22% اونها مردان را تشکیل میدن و این افراد کسانی که کار میکنن از نظر موقعیت شغلیشون 53% اونها کسانی هستن که به شکل استخدامی رسمی و پیمانی کار میکنن و بقیه حالتهای گوناگون قراردادی و یا بخش خصوصی و شرکتهای خصوصی، منظورم کلینیک ها و غیر ذلک، کار میکنند. ولی شما در نظر بگیرید در این حال بر اساس آماری که من دیدم، همیشه باید با احتیاط برخورد کرد. ما اینکه چقدر بیمارستان در یک کشور هست، چقدر
پرستار در یک کشور هست، چقدر تخت در یک کشور هست، تختی بیمارستانی در یک کشور هست، اینا از جمله ملاکایی هست برای بررسی. در فرانسه، در فرانسه شما در نظر بگیرید که حدوداً ما 3000 بیمارستان داریم که از آن میان 2000 بیمارستان بیمارستان دولتی هستند. بر اساس آمار ایران در ایران 954 بیمارستان هست که 570 تای اونها دولتی هستند. شما فقط یک نگاه بکنید، جامعه ایران 85 میلیون هستیم، جامعه فرانسه 65 میلیون هستیم. بنابراین یک عدم تعادلی در این زمینه وجود داره. یعنی میزان بیمارستان ها، پول های ایران به کجا می رود؟ یک مورد دوم دقت بکنید. در فرانسه میزان تخت چقدر هست؟ تخت های بیمارستانی. و در ایران چقدر هست؟ در ایران میزان تخت، در ایران میزان تختا کمی بیش از 100,000 هست، 110,000 تخت وجود داره. در فرانسه چقدر هست؟ رقمی نزدیک 400,000 تخت وجود دارد. 400,000 تخت وجود دارد، یعنی 1:3 یا نزدیک 4. به این ترتیب با سوال دیگه، چرا به اندازه کافی تخت های بیمارستان های ایران مهیا و فراهم نیست و کشوری 85 میلیونی در ارتباط با یک کشوری 65 میلیونی 1/4 تخت های فرانسه رو دارد؟ بنابراین بیان این استش که بخش مهمی از افراد فقط در داخل پایتخت نیست، در همه بخشای پایتخت ایران و در سراسر ایران بروید، به 4 نقطه ایران توجه بکنید، از چابهار و آبادان و اهواز گرفته تا بیایید به سرخس و بیایید به تبریز و بیایید به اردبیل و بروید به طرف مشهد و بروید به طرف کرمان و اصفهان و کردستان و تک تک این دهای دور افتاده ایران و به اینها باید فکر کرد. امکان بیمارستانی و امکان تخت ضعیف. و باز بالاخره نکته سوم این استش که بر اساس آماری که من دیدم، میزان تعداد پرستاران نسبت به ملاک و ملاک به سر استاندارد جهانی، یعنی رابطی است با میزان بیماران و جمعیت و تعداد پرستارانی که باید وجود داشته باشه، در ایران در حال حاضر یک فاصله هست با استاندارد جهانی. یعنی اگر به عنوان نمونه در جهان بگیم ملاک 100 تا هستش، در ایران ما 51 هستش. یعنی یک فاصله بسیار بزرگ با میزانی که در جهان در نظر گرفته شده. نزدیک 50% ما کم داریم نسبت به پرستارای ما. اینها آموزش ندیدن، یا امکانات به هر حال آموزش اینا فراهم نشده، یا سیستم‌های تشویقی صورت نگرفته، یا میزان درآمدهای اینها بسیار بسیار نازل هستش و کشش ندارند. بنابراین این بیان چیست؟ تعداد بیمارستان ها، تعداد تخت ها و تعداد پرستار ها، ما اولا در شرایطی قرار داریم که با یک کشور عقب مانده قابل مقایسه هستند. و به این خاطر هستش که ما در واقع کاملا باید توجه داشته باشیم که امروز در واقع مسئله که وجود داره این هستش که این امر
خانایی نداره با استانداردهای مدرن در جامعه جهانی. و به این خاطر هستش که من فکر میکنم که واقعا میبخشید اگه صدایی رو میشنوید الان قطع میشه. بنابراین آنچه که مهم هست اینه که تأکید بکنیم جامعه پزشکان و جامعه پرستاران ایران نقش قطعی در مقابله با کرونا ایفا میکنه، ولی همین جامعه در شرایطی هست که همه امکانات لازم توسط حکومت مهیا نمیشه. و یعنی چی؟ یعنی همونطور که این سه مورد رو خدمتون عرض کردم. پس بنابراین بار سنگینی به دوش پرستاران ما وجود داره، پزشکان ما وجود داره. بله من شنیدم که گفته می شد در یک گزارش تلویزیونی هستن پزشکانی که مسئله بیماری به یک بیزنس بزرگ تبدیل کردن. بله خب هستن، ولی در اینجا تأکید ما به خصوص رو چی؟ روی نقش دولت هست. چرا دولت این همه کمبود داره؟ چرا بودجه لازم وجود ندارد؟ مسئله مرکزی در ایران در این نیست که بخش خصوصی وجود داره. بله وجود داره، همه کشورها در تمام جهان بخش خصوصی وجود داره. مسئله مرکزی ما همون بخش دولتی که باید بزرگ باشه، که باید قدرتمند باشه، با بودجه های لازم برخوردار باشه، در چنین زمینه ای هست که نقایص بسیار بسیار بزرگ هستند. بنابراین اشتباه تحلیل نکنیم. مسئله مرکزی در ایران دولت و سیاست مربوط به سلامتی بهداشت این دولت هستش. وزیر بهداشت در ایران که به اصطلاح خودشو خیلی درگیر ماجرای کرونا میکنه و حتما داره کار میکنه البته، ولی ببینید چگونه اخیرا اعلام کرد، دیروز و پریروز بود، گفتش که بله متوجه باشید ما آنچنان مدیریت زیبا و جالب و بی‌سابقه‌ای کردیم که به عنوان یک معجزه میشه از صحبت کرد و در جهان به زودی ما رو به عنوان کشور درجه اول در مقابله با کرونا تشخیص خواهند داد و برای ما در واقع باعث افتخار است. او یک دروغگو هست، مانند آخوندها اون نیز دروغ میگوید، فریب میدهد. این هم وزیرشه که باید یا جعل بکنه و یا خرافه تحویل مردم بده، گرچه خود نیز ظاهرا یه دوره پزشکی در زمینه داروسازی داشته. چه معجزه‌ای؟ گفتن معجزه از دهن کسی که پزشک است فقط و فقط بیان حماقت، بیان خرافه‌گری او هست. معجزه یعنی چی؟ و امروز ما می‌بینیم که میزان تلفات در ایران بیش از گسترش دارد. بنابراین پزشکان عزیز، پرستاران عزیز، دستتون درد نکنه. جامعه ما نیازمند کار شما هست. مطمئن باشید هم بیماران و هم بخش دیگه این جامعه شهروندان ایرانی که هنوز خوشبختانه به این بیماری مبتلا نشدن ارزش کار شما را میدانند. و من این نیست که در خارج از کشور هستم ارزش کار شما رو میدانم. دستتون درد نکنه. به کار خودتون ادامه بدهید و به طور حتم با اتکای به دانش، با اتکای به تجربه‌های بین‌المللی، با اتکای به تبادل نظر دستاوردهای جهانی ما باید بتوانیم در مقابل این کرونا بیستیم و در گام اول و در جبهه اول شما هستید. پرستاران عزیز شما هستید. ما به فکر شما هستیم. شرایط سخت، استرسی رو که دوچارش هستید رو میبینیم و حس میکنیم. موفق باشید.
ما همه آگاه هستیم که کار شما در برابر آخوندها، کار شما کار واقعی هست. آخوند فاسده، آخوند منبع فساده، دعا گفتن فساده، بردن آدم ها به سوی شفای در امامزاده ها فساده. کاری که فساد انگیز نیست کار درمانی شما هست. محبوب پیروز.